درود و سلام وقت شما هموطنان عزیز، بخیر به دنیای ورزش از آریانا نیوز با من جمشید احمدی خوش آمدین. تا نیم ساعت در خدمت شما هستم با مهمانان گرامی ورزشی محفوظ وفا در تیم ملی و شو در استودیو با ما هستن. در رابطه با المپیک آسیا می‌خوایم صحبت‌های داشته باشیم و همچنان مسیح الله رستمی عضو تیم ملی و شو با ما هستن. آقای محفوظ وفا سلام، وقت بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما احمدی صاحب، خدمت میدنگان تلویزیون آریانا. سلامت باشید. محفوظ وفا هستم، ترنر تیم ملی وشوی کشور. نام خدا. همین ترنرهای تیم ملی که هستن بسیار سرحال می باشن و سفرم پیشوی داریم بخیر المپیک آسیا. بله بله. نزدیک شده میره، لحظه شماری هست، تاریخش مشخص شده. بله. بسیار خوب، صحبت های می داشته باشیم. مسیح الله رستمی هم خوش آمدید میگیم بدون این ورزش. سلامت باشین. سلام تقدیم میگم خدمت شما، خدمت بیننده های تلویزیون شما. مسیح الله رستمی هستم، عضو تیم ملی وشوی افغانستان. بسیار زود خوش آمدید. خب آقای محفوظ وفا، از تمرینات بگین، از فدراسیون بگین، در حال تغییر خب خواهی نخواهی در هر فدراسیون بوده و هست و تغییراتی که در فدراسیون شما بود و آمادگی به سفر المپیک آسیا چی است؟ بسیار خوب احمدی صاحب، تغییرات خیلی زیاد آمده. فعلا چند وقت پیشم که ما صحبت داشتیم از وام کلا فعلا رو به ترقی است. ورزشکارای ما واقعا بازم یکمک رویا گرفتن، تمرین میکنن. فعلا هم ما یک مسابقه المپیک آسیا داریم پیش روی بخیر که تقریبا دو دو نیم آباد است بخیر، که در او از ورزشکارهای وشوی ما چهار ورزشکار یک حیات یک ترینر هم در او سلکت شده که خوشبختانه در رست تیم خودم هستم. تمرینات ما تحت قرنطینه خود فدراسیون، در فدراسیون تمرینات داریم که اونو فایترهای ما آمادگی خاص دارن در این مسابقه خود بخیر بخوبی که ما دستاورد خوب داشته. فایترها رو چگونه انتخاب کردیم؟ فایترهای ما و قهرمان های تیم ملی بودن و همسال هم در تیم ملی را پیدا کرده بودن. ما به خاطر از اینکه یک تحول تغییرات بیاید در فدراسیون ما، سابق به این شکل نبود، کسایی که اول بود اونا در سفر می رفتن، بخواهی نخواهی تمرین میکردن نمیکردن اونا در سفر بودن. و ما در این اواخر که در المپیک آسیا بر ما لست خدا داد که اینی وزنا باید تسلکت شوه، سمیه دادن. ما در او پنج بازیکن باید داشتیم که از پنج بازیکن ما باید سه بازیکن انتخاب میکردیم که ما در اون پنج وزن انتخابی گرفتیم. سه وزن انتخاب کردیم از بین چهار فایتر. در یک وزن چهار فایتر اول، دوم، دو دانه سوم داشتیم که اونا بینشون پس یک رقابت سپارنگ انداختیم و بهترینشون انتخاب کردیم. بسیار خوب. مسیح الله رستمی دستاوردهاش چی است؟ چی مدت زمانی است که عضو تیم ملی هستید؟ من از عضویت تیم ملی را از قبلا جوانان داشتم، حالا فعلا عضویت تیم ملی را دارم از سال 14 سال قبل. دستاوردها چی بوده در مسابقات؟ در سای مختلف دستاورد دارم، از جمله عضویت تیم کام سامبور هم داشتیم، در رشته ام ام هم دستاورد دارم و فعلا عضویت تیم ملی را دارم. بسیار خوب. خب آقای محفوظ وفا، برگزاری مسابقاتتون در ولایت زیادتر پر رنگ بود نظر به دیگر فدراسیون ها و چقدر امکانات فراهم بود و ای که همه شما در تلاش ازی بودین که مسابقات برگزار بکنین بخصوص در ولایت ها، هدف چی بود؟ هدف ما فقط راشتم رشته ماست و ما در مثال 14 سال 3 دو که ما یک جنتری جور کردیم، باید ما در تمام ولایت یک برنامه خوب داشته باشیم، به خاطر که رشته ما در خود مرکز واقعیت فعالیت زیاد داشت و دستاورد خوب هم داشتن و قهرمان های تیم ملی زیادتر از خود ولایت کابل بود. با ما کوشش کردیم که در سر تا سر همین مسابقه خود را رشد بدیم، ورزشکارای ما و تو ورزشکارای خوب داشتیم که ما استعداد را یافتیم، پیدا کردیم که در ولایت های بودن، مثلا غور بسیار یک ولایت دوردست است، مثلا رایش بسیار خراب است، اگر ما که اونجا مسابقات می گرفتیم اونا می آمدن، ما که اونجا رفتیم از دل از اونا آمدیم واقعا. به اون خاطر ما برنامه‌ای را در سر تا سر ولایت باید برگزار کنیم، خصوصا بخش پروفشنال که ما ورش میتیم، بخش پروفشنال و شورا که ساندوانگ است. فعلا یک دو هفته پیش ما در ولایت غور برنامه داشتیم، چندین ولایت که در شرکت داشت، فعلا بعد از این بخیر در ولایت مزار برنامه داریم. به نمی شکل ان شاء الله. بسیار خوب. همکاری المپیک چقدر با شما فعلا هست؟ فدراسیون و شورا چقدر مورد حمایت قرار داده؟ ای که در گذشته شما به عنوان رئیس فدراسیون خوبی هم داشتین، آقای سید رحمان یوروش فعلا در کنار شما نیست و از خالد اوتک یکی از تجارب کار خوب، یکی از قهرمان های خوب که میتونه تجربش خیلی کمک بکنه به قهرمان ها، در کنار شما هست. یعنی کمبود سید رحمان یوروش احساس میشه؟ خیر
واقعیت خواه هر کس که تا حد توان خود زحمت کشیدن کار کردن بله باید از یک خدمت بزرگ کرد بر وشو و واقعیت هم وشورم که به می شکل حال در سر تا سر ولایت ها رشد کرده از برکتشان بوده و حالا ما هست کار میکنن اگر روی سنه نیستن در غیاب در بخش وشو کار میکنن بعضی ها چون نخت کردن سید رحمانی روشن نمیخوام دیگه اونو خود یک تحولات آمد یک تغییرات که آمدن کن داره خود دور گرفته باشن نمیخوام گرچه که فدراسیون در وزش بروی کلگی باز است اونام مثل بزرگ مثل کلان وشو باید از بیاین فعالیت بکنن و ازشون تقاضام شده دیگه خیلی ها میگفتن که باوس که ایمیل شخصی خود سید رحمانی روش بود میفتن ایمیل آدرس از فدراسیون است که متاسفانه اینا خب وقتی که تشکیل جدید آمد خب امو ایمیل هم پیش خودشان بوده چون یک مسابقه بخش جوانان داشتیم آسیایی اونو فکر میکنم بازیکن های ما رفتن نتونستن کمک مشکلات برشون پیش شد چون ایمیل نبود پیش اون خب ایمیل از کجاست که شما به مسابقات آسیایی زام مسابقات المپیک آسیا فکر میکنم که دولت رئیس المپیک سابق ما رحیمی او رو زمین سازی کرده و بودجهش المپیک تربیت بدنی امارات میده بسیار خوب خب مسئولا رو سمی کم گپ است نمیفهم که دستاوردهای خوبی در وشو داره یکی چطور وضعیت تیم ملی را گرفته در کنار شما هست چقدر میتونین از مسئولا رستمی استفاده بکنین مسئولا رستمی یک بچه بسیار با اخلاق با ادب و کسی که بسیار خوب تحصیل کرده در بخش های کلاب های ما زیاد فعالیت داره دیگه در بخش سابق در جوانان بود حالا کمک سنش بالا رفت که از 18 بالا بره در ملی یک دو سه سال است در ملی عضویت تیم ملی را گرفته و این سال جدید هم که ما در تخار مسابقه های تیم ملی برگزار کردیم نایب قهرمانی را گرفت حالا خوشبختانه در تیم هم تمرین میکنه و فعالیت های خوب در بخش ورزش داره میتونه یک مربی خوبی هم شود بله 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 خب یک مربی خوب وقت مربی خوب میشه که مثلا تحصیلش خوب باشه دیدگاه مسئولا رستمی را میدانیم که باید بفهم که آیا علاقهش به مربی بودن است یا به پلیر بازیکن باید بازم شما ادامه سلامت باشین مدی هست خیر ما نمیخوایم که مربی شوم به دلیل اینکه مربی شدن خیلی یک کار مشکل است هر کس مربی شدن نمیتونه و ما میخوایم که افتخارات به وطن خود بیارم انشالله که از این بعد چون رعایت رهبری فلسطین خیلی کوشش میکنن که حق بغداد برسانن و انشالله که ما امیدوار هستیم که دستاوردهای خوب به وطن خود بیاریم از بیرون ازی خب آقای محفوظ وفا سه بازیکن که شما انتخاب کردین فعلا در قرنطینه هست امکانات قرنطینه فراهم است خب چون در دیگر کشورها همین گونه است شما بازیکن بودین هم چنان عضو تیم ملی هم بودین فعلا مربی هستین هم تجربتون باید قسم باشه که بازیکن‌ها قرنطینه شون امکانات قرنطینه را برشون فراهم بکنین تا اینکه بتونن خدای نخواسته در بازی‌ها دست خالی برنگردن خوشبختانه اما سه بازیکن ما که انتخاب کردیم سمیه داده و در ما المپیک یک بازیکن ما رو که پیشتر نامش گرفتیم خالد اوتک مستقیم المپیک از بودجه خود سمیه دادن که از ما چهار بازیکن شد بسیار عالی در این سفر خالد اوتک در وزن 70 بازی میکنن دیدم دیگه تحت تمرین فدراسیون یا که مثلا تحت نظر ما تمریناتشون قرنطینه هستن اما المپیک وعده کرده که دو ماه به سفرتان به ما شما زیر کنترل قرنطینه المپیک میشین امکانات فراهم کرده برشون نه خیر فعلا تا فعلا نکردن تا گفتن دو ماه مسابقات نزدیک شد فعلا ما دو نیم ماه تقریبا زیاتر وقت ما مونده از مسابقات تا دو ماه رو وقت دادن یعنی دو ماه که به سفر ما بونم کن داره که تحت قرنطینه شویم حتی ما پیشنهاد کردیم اگر ما بتونیم در ایران یا در چین در خود کشور چین یک ماه واره 15 20 روز ما در اونجا قرنطینه شویم به خاطر ما دستاورد داشته باشیم چون ما از این مسازی رویداد ما مدال داریم باید ما مدال خود پاس بخیر بگیریم از بالاترش ده به خاطر پیشنهاد کردیم ببینیم که در خود مرکز ما را قرنطینه میکنن در کدام کشور میکنن وعده کردن کمپ تمرینی چقدر تاثیر خواهد داشت که اگر شما بتونید نظام شویم به کشور که میتونین امکانات خوبتر فراهم شود و بتونین از اون کمپ استفاده کنین کدام کشور انتخاب کردین ما دو کشور انتخاب کردیم یکی ایران است که واقعیت ایران در وشو اولیت داشته بله حتی در بخش ساندایی که ما فعلا بازیکنان ما شرکت میکنن ایران اول است و اگر در چین شود خب بخی بهتر است به دلیل از اینکه ما دعا به واش بلد میشیم یک اموج یک بچه ها تمرین هم میکنن تغییرات هم زیاد میباشه امکانات زیاد میره که ما اونجا تفاهم است با کشور چین آیا بله بله گپ زدن اگر امکانات بده بودجه بتن بله میشه ان شاء الله اگر نتن اگر نتن امکان نداره همینجا هم قرنطینه کنم چند مربی فعلا در کنار ورزشکارای ما هست قرار داره
فعلا ما هستم، فعلا خودم تنها هستم، ما و خالد اوتک در رأس تیم ملی آمدیم فعلا. که خالد اوتک هم در این مسابقات بازی میکنه، تنها هستم خودم فعلا. از عصری ورزشگاه تیم ملی بگین که هنوز عصری مده که دو روپ میشه که سه روپ میشه که نامده، اما گفتم که بودجه تثبیت شده امکان داره در روزهای نزدیک بیاید. از کمپای تمرینی هم میشه یاد بکنین، جدا از اینکه در خود فدراسیون شما جای مکان مناسبی را دارین، کمپای تمرینی دیگه، کلاپای تمرینی دیگه تون چقدر امکانات هست و مربیای خوبتون چقدر میتونه قابل قبول باشه؟ واقعاً در رشته وشو خوب امکانات زیاد شده، حالا فعلا خوب کلاپا جور شده، خوب کمپا جور شده، مردم زحمت میکشن، تمرین میتن. یک سلسله گپایی که بود که مثلا اکثریت ورزشکارای ما دور شدن روی اقتصاد، روی از اینکه مثلا کدام انگیزه نبود. در سابق ما وقتی که زحمت میکشیدیم یک سال دوزیت تیم میگرفتن، حتما یک سفر، دو سفر، پنج سفر میرفتن، یک چیز امکانات برشان میشد، به اون خاطر انگیزه. حالا فعلا باز یکمه که ورزشکارا تشویق شدن، زحمت میکشن، خصوصا کمپای تمرینی ما که از وقتی که در ولایت برنامه خود میگیریم، در هر ولایت که ما میریم باور به خدا کنیم که بهترین کلاب ها، بهترین استادا زحمت میکشن. و ما یک خوبی دیگه هم کردیم که مثلا از فدراسیون، از المپیک ما یک درخواستی کردیم با تمام ولایات ما لاب، زمزک، چیزگارده که مثلا در مسابقه برشان مسائل ورزشی را فراهم کردیم، با کارشان تسلیم کردیم. مدرسه بودجه فدراسیون داشت بودجه فدراسیون نه خود تربیت بدنی ما با تربیت بدنی پیشنهاد کردیم، تربیت بدنی با فدراسیون، فدراسیون بر کارشان تقسیم کرد، خریداری شد. بله بله. آخرین کمپی که شما جور کردین چه خیلی استاندارد است؟ اینو می‌خوایم بدونیم. یکی از کمپ‌های خوبه. بله. استاندارد شما استاندارد خوب است فعلا، ایجاد کردیم در سایه فعلا علاودین. یک کمپ تمرینی است که زون چاردی واقعاً اعظم چیز امکانات فراهم است، میتونه جوانا هم در بخشای مبارزات آزاد تحت نظر استاد حکیمی است و بخشای وشو خودم هستم اونجا فعالیت خدا بود میتونه که استاد مبین حکیمی هم یکی از مربیای خیلی خوب فکر میکنم در کنار شما هست. است یک روز او فعالیت داره، یک روز من فعالیت دارم، او کسی است که واقعاً هم در بخشای مبارزات آزاد هم در بخش پهلوانی دستاوردهای خوب داره. با امید پیشرفت شما هستیم. سپاسگزارم استاد محفوظ وفا، تیرنر تیم ملی و همچنان از مسئولان رستمی هم خوش آمدید. سپاسگزار. سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش هستین. ما را همراه باشین، وقفه و دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. ادامه دنیای ورزش، باز هم دو مهمان گرامی ورزشی را با خود داریم. مبین حکیمی یکی از ورزشکاران هنرهای رسمی یا MMA و همچنان تابش انگار یکی از ورزشکارهای خوب با ما هستن، با دستاوردهایشان اینجا هستن. ببینیم که این شب روز چی برنامه‌های خوب روی دست داشتن. مبین حکیمی سلام، وقت بخیر، خوش آمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنم تلویزیون شما، از کارمندان عزیز یک جان تشکر می کنم. بخیر باشین، لطف کردین. تابش انگار شما هم خوش اومدین. خوش شما خوش باشین. سلام با شما و سلام با تمام بیننده های تلویزیون آریانا. سلامت باشین. نام خدا دستاوردا زیاد است، ای از مبین حکیمی است، از تابش است. ما بفهمیم آقای حکیمی دستاوردای خود چی هست در رشته MMA؟ یک دونه کمربند خود می بینم مربوط به از دیگه سازمانی چیز یک مسابقه کرده بودیم، شب قهرمانان کدوروسی. البته که مسابقه هم دمروی داریم که یک ایرانی و پاکستانی هردی چلنج داده، 270 کیلوگرام. دیگه باش که رضای خدا باشه که ایران بریم یا پاکستان بریم مسابقه. این برنامه‌تون چیگونه شده و این برنامه را کی بتون دیگه میشوه عید قربان بخیر اگر رضای خدا بود مسابقه میکنیم که مردم افغانستان خوش خان. بسیار خوب، مردم افغانستان که شما خوش میسازین، شما حتما برنده میشین. از تابش میپرسیم چی برنامه ها تمرینات چطور پیش میره؟ امو رشته MMA است یا تغییر دادی؟ MMA استاد دیگه در این وقتا یک جیم هم گرفتیم دیگه کده خود استاد دیگه رشته پولونی هم میرم. بسیار خوب. دیگه مسابقه دیگه خواست خدا باشه در این نزدیکی ها هست بخیر. شما آمادگی مسابقه را دارید؟ بله استاد. در کل کارنامه ورزشی چند برد چند باخت بوده در رشته که پیش تقریبا بود؟ استاد مدت 8 سال میشه تمرین میکنم و 6 مسابقه دادیم، 2 دانه با خارجی است و 4 دانه هم داخلی. نام خدا مسابقات خارجی حریفا از کدام کشور؟ ایران و پاکستان. ایران و پاکستان خو افغانای ما نو خدا بچیم او خوردن ور میبرن. و چطور بود حریفای ایران و پاکستان؟ کارنامه ورزشیشون چند برد چند باخت داشتن؟ سبکشون چی بود؟ ایران که بود استاد و 3 برد داشت و 1 باخت و پاکستان 4 برد داشت و 2 باخت که پاکستانی خو حاضر نشد و ایرانی حاضر شد که در
در حساب نمره او را شکست دادم. بسیار خوب. مبین حکیمی میگن یکی که از کلپ های خوبی هم پیشت از بینان یک مربی کدام رشته ها را تمرین میدی؟ ما البته در رشته فری فایت دیگه در سایه چوردی البته جور کنیم یک کمپ تمرینی به نام زون چوردی دیگه اگر رضا خدا بود اونجا بهترین فایترها را جور کنیم و بهترین شاگردایم در سازمان های مختلف دیگه البته تمرین کردم قرمانی گرفتم مسابقه داشتم بله آها. و چقدر برنامه ریزی خوب خودت است که شب عید قربان که اگر عریف شما بیای حاضر شوه و شما این مسابقه تان برگزار شوه بتونی دستاورد داشته باشی. ما زامتا خودم میگیم قشتی ها میکنیم بوکس ها میگیم به تیم و در پیش و سواسه قیمی بنیادگذار فری فاید البته که ما زامت خود زیادتر میکشیم دیگه که باش که چی میشه چی رضای خدا باشه. خب هرکی که زامت میکشه باز طبعا منتظر از این است که به قهرمانی برسه نتیجه بگیره و خود تا ما هم از او کسایی هستی که همیشه زامت میکشی. آخرین مسابقه تان به یاد دارم نمیفهم در کدام سازمان بود که عریف شکست دادین؟ شب قهرمانان بود در تلویزیون تجیفسی بود. سازمان تجیفسی بود. عریفتان از افغانستان بود بیرون روسیه بود؟ بله یه عریف روسی بود. خیلی پرقدرت هم بود. بله خاطرات از او از هنوزم پا بر جا؟ خاطرات از او خوب بود که ما در بعد وقت بلنگشی گفت مردم افغانستان ما در 1000 فیاد دقیقه نکاوت میگنیم ما گفتم بود یک مهمان نوازی ولی داخل رنگ شما را میتم داخل رنگ یک دقیقه و پنج ثانیه بود نکاوتش بله یک دقیقه و پنج ثانیه باز چی گفت مهمان نوازی شما را پذیرفت دیگه تیر خدا ورزی چی نگفت خب دفعه خاطر که میبازد باز تیر خدا میاره مبین جان حکیم تابش جان شما خود در بخش طبابت هم هستین طبعا توسعه های تیبی را متوجه میشین که یک ورزشکار باید از هر لحاظ آماده باشه ادویه هایی که بعضی ورزشکارها استفاده میکنه چقدر مضر است چقدر اضرار داره استاد باز ورزشکارا است که دوپینگ میکنن و دوپینگ اگه به حساب خودم و معیار سیستم شوه و هیچ وقت خراب نمیشه و باز ورزشکارا است که سر به خود زدن میرن دوپینگ های قناق میکنن و با آینده شون بسیار نقص داره استاد و اگه زیر یک برنامه باشن به سیستم دوپینگ کنن یا هیچ وقت تاوان نمیکنن چرا که پس شستشو میشه پس تداوی میشه اگه تو برنامه سر به خود بگیرن که یک چیز میگه یک دیگه چیز او قسم برای آینده از بسیار نقص داره. دقیق از کسایی که پروتئین یا انرژی باب یا استفاده میکنن از راه رضیا چقدر زیاد است شما خود مطالعه دارین در این بخش بله پروتئین خوش کردین با ورزشکار هم کار باشین بله پروتئین خو یک چیز است که مثلا تو غذای طبی وارد دیگه و نقص داره خمو قدرنی و نقصی که داره سر گرده زیاد فشار میه که بر کسایی میگه خو کل استفاده میکنه با اگه استفاده میکنند باش آب زیاد استفاده کنند و اگه دیدن که تکلیفشان مثال یکان سوزا که گپا برشان پیدا شد پیش دکتر مراجعه کنند و بود پروتین دیگه بس کنند ورزشکارای این بوده که به این مشکلات مواجه بوده و نزد شما آمدن بله تصایی کردین برشان بله این خود این خصوصا قابل تشویش بوده بله استاد بازشان بخیت حتی خود هورمونایشان همین خود تستوسترون یگان تا ضرب میکنه یک تستوسترون تقریبا 6 ماه بدن انسان میمونه و خب هورمون است که تیبی است هورمون خود بدن انسان زیر کنترل نمیمونه باز و پس تداوی میشن که یگان تکلیف های نسایی که برازا پیدا میشه باز و پس میتونه به مراجعه دکتر صاحب پس تداوی کنن و انشالله و پس خوب میشن اما دیگه باز از او استفاده نکنن رای خوب را شما چی پیشنهاد میکنید بر ورزشکارا کسایی که به قهرمانی حرفه‌ای مبارزه میکنن باید کدام راه برد را به صلاح آن ساده تر است؟ استاد کوشش کنن که از رای خود توسط غذا و میوه یا پیج برن خوب است چرا که امپولا و گپا که هست مثل ایتی چه مثل نان وارست بخوری سیر استی نخوری گشنه استی اما او چیز است که آینده تام تضمین است سر خود اطمینان هم استی و برد نقص هم نمیکنه او پاور امروزه است امروزه است دیگه باز آینده نداره آینده اما نداره. تغذیه سالم از لحاظ طبی که داشته باشه میتونه که همیشه بمونه بله کپایی که هست بفهمید که کپ از کی است این کپ استاد کردم عریف پاکستانی بود کازنشن در خود سازمان اوفسی بود که اینو گرفتم و یک مدال بود که عریف ایرانی بود که واره بردم دیگه مدال از سوستو نام خدا امسال که اگر باز آماده باشی و کدام مسابقه پیش روی که ایرانی اگر خواست خدا بود عریف ایرانی جوره بله. شدین جوره نشدیم تا خب کوشش میکنم که سازمان قرارداد کنیم چرا که برای شما معلومه فری فایت بند بود در خود افغانستان و مدت کم است که پس امرش داده شده در خواست خدا بود که ایرانی یک جوره میشین بسیار خوب و یک دونه کمربند است یا من فکر میکنم از مبین حکیمی دیگه کمربند دیگه بله. تاریخی پشت مانده بله آخرین مسابقه همی بوده آخرین مسابقه همی بوده انشالله که دیگه کمربند و کمربندهای دیگه افزوده شود شما هم زحمتای خودتون که میکشین طبعا این کپ هم فکر میکنم از مبین حکیمی است یا از دابرستان بله از خودم است
دیگه اید مسابقه هندستان بود البته. در مسابقات هندستان هم شرکت کردن اکی میسر؟ 20 کشور آسیا بود. اینجا هم ایرانی رو بردم هم ایندی رو. خوب است. امکاناتی که فعلا در دسترس شما هست شاید از این خوبتر استفاده بکنین. چقدر راضی هستین از این امکانات فعلا؟ والا اقتصاد خوب میبینی که اقتصاد ورزشکارا کلان ضعیف است. مردم افغانستان دیگه وقت غیرت داره کوشش میکنه که استادیوم سر پای خود بکنه و تجارای ما باید ورزشکارای ما رو اسپانسر بکنه. ورزشکارای ما باید به اسپانسر ضرورت داشته داره. دیگه مشکلات اقتصاد زیاد به ورزشکار. در مقابل عریف با کدام شیوه جدید پیش میری؟ والا استاد کار میکنه. استاد شاید کار بکنیم دفعه. عریف هم دربارش معلومات داری که کشتیگیر است. کشتیگیر است. کشتیگیرا زیادتر موفق میباشند در رشته MMA یا مبارزات آزاد. من خودم هم یک کشتیگیر هستم. بله شما هم سابقه خوب کشتی داشتین دارین. دیگه هم کشتیگیر هستم هم بوکسر هستم. خب دو رشته میتونه که MMA کار خوبی هم باشه. چند رشته ورزشی رو باید کیک بوکس، موتای، جیسو و در هر رشته داشته باشید رشته MMA. از مربیای دیگه در کنار بله سواسه بنیادگذار فری فایت افغانستان است البته او کدام همکاری میکنه دیگه استاد معروف رغبر که استادم است دیگه خلیفه زبی رحیمی البته پهلوان زبی هم یکی از مربیای خیلی خوب در رشته پهلوانی است و پس مربیای خوب در کنارت از دیگه خودت میگه هیچ تشویش نداری استاد معروف رغبر یکی از مربیای خیلی خوب تیم ملی زمانی که کسای یا مربیای خوب در کنارت باشه برنده خودت هستی دیگه بله دیدگاه تابش چی است خودت نظر چی از در رابطه با موبین حکیمی انشالله که عریف پیشروی خودم میتونه توکل به خدا ساچر که مسابقه چیزی است که آدم پیش بینی کنه نمیتونه خب ورزشکار همیشه که باید 90% باخته بگیره 10% برده و همیشه برده ورزشکار است و استاد دیگه ماشاءالله ما بینیم بسیار سه تایم تمرین میکنه پیش استاد عتیق بسیار سر زحمت میکشه دیگه خودش در کلاب بار که اگر من خودم برش ویران میمونم نام خدا فیزیکیاش بسیار بالاست دیگه بازم مسابقه است استاد آدم پیش کنی کنه نمیتونه با توکل به خدا برنامه خود کی بیشتر کنترل میکنه تابش استادم استاد مبین دیگه استاد عتیق دیگه میره تا استاد موفق باشین به امید پیشرفت شما هم هستیم و استاد عتیق ما جان تشکر میکنیم واقعا زما سر ما میکشه دستی رشته پالونی خب شما برمیگرده به خود شما زمانی که خود ورزشکار زحمتکش باشه باز مربی هم تلاش خود به خرج میده تا که بتونه شاگردای خوبی داشته باشه با امید پیروزیتون وعده هم میخوایم داشته باشیم مبین حکیمی چی وعده میکنی عریف تا وعده ان شاء الله باز زور خدا با امید خدا که در ظرف 2 دقیقه باید نکافتش بکنم موفق باشین تشکر از افغانستان باشین سپاس امتنان از شما عزیزا هم که بینید دنیای ورزش بودین وقتتون خوش خدا نگهدار